من این در مورد هر بارها گفتم، در هر موردی که بتونم پاسخگو باشم، در مورد حقوق خانواده نمیتونم پاسخگو باشم. برای اینکه خانواده من اگرچه از من حمایت میکنن، اگرچه سکوت میکنن، رضایت دارن، سعی میکنن با من بیان، اما راضی نیستم. خودم و خانواده‌ام رو دارم قربانی میکنم که یک روز جامعه به آرمان ها. ولی من به شما اینو بگم که همین الان که 20 سال از مبارزات ما میگذره، من به شخصه به خیلی از خواسته هام رسیدم. ببینید، حالا ما روی یه سری معیارهای مشخص صحبت میکنیم. من میگم آرمان خواهم، آرمان من آگاهی ملت. من میگم ملت ایران پس از دو دهه که داریم نگاه میکنیم و بعد از دو خرداد 76 تا کنون و بعد از 88، بعد از 18 تیر و همه اینایی که من به نحوی درش سهیم بودم و با خواسته های من توی راستا بوده، جامعه من به مقدار زیادی آگاه شده، به حقوق اساسی خودش آگاهی پیدا کرده. یه آرمانه، به نهایتش هم حالا نخواهیم رسید، اما به هر حال به صورت نسبی رسیدیم. خدمت شما عرض کردم رسوا شدن حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سرکوبگر ایدئولوژیک. یه وقتی من یادمه واقعا بخشای بزرگ که از جامعه آگاه نبودن، ولی الان رسوا شده، خودش رسوا کرده. و من در رسوا شدن جمهوری اسلامی در افشاگری اختلاس ها و دزدی ها و فساد ها و ظلم ها و شکنجه ها نقش مهمی داشتم. بنابراین ببینید، ما آرمانگرا هستیم. آرمان من یک جامعه سکولار، یک دموکراسی سکولار واقعی است. این خیلی راه طولانی است، ولی این حالا من میگم قربانی. ببینید، اولا پس این یک، دوما اینکه ما مرحله‌ای به اون سمت داریم میریم به شکل نسبی، و سوما اینکه خیلی خوب، من به اندازه استفاده از حقوق اساسیم که از مطبوعات هست و نشریه هست و حزب هست و میتینگ هست، از این خواستم استفاده کنم. جمهوری اسلامی من انداخته زندان. اینی که من گفتم قربانی کردم، نه اینکه من عمدن قدرت این رو داشتم این کار رو کردم، بلکه آزادی حق منه. من میتونم بنا به خواست خانواده‌ام از این آزادی بگذرم یا از بخشایش بگذرم، زندانم نرم، به دنبال بیارم دنبال مهندسی من یه مقدار وضع اقتصادیمون بهتر. ولی خب من میتونم، ولی من نکردم. من به این میزان مقصر میدونم خودمو. اما اینجا معلول علت اصلی اون هستش که آقا ما مگر غیر از اینکه حرف زدیم؟ ما حرف زدیم، بیانیه دادیم، میتینگ داشتیم، در تمام صحبت هامونم بر عدم خشونت تأکید کردیم، گفتیم مبادا از خون دماغ کسی خون بیاد، چیچه ای چکسته بشه، مبادا، و مبارزه مسالمت را میزونم همیشه تأکید کردیم و تأکید میکنیم. منتها بله، به این معنا که شما از حق اساسی خودت استفاده نکنی، آرمانهات رو مطرح نکنی، خواستهات رو مطرح نکنی، و حتی حقوق پیش پا افتاده آدم. شما وقتی که میبینید اینا با کوچکترین مسائل میرن دانشجو رو میگیرن، نمیدونم برای حقوق زنان میرن زنان رو میگیرن، نمیدونم شکنجه میکنن، آزار میدن، خب اینا رو برای چیزای پیش پا افتاده هم اینا دارن ما رو اذیت میکنن. یعنی اینجا دیگه قربانی کردن، در واقع من خواستم که در واقع اینجا یه مقداری سریع‌تر حرف زده باشم، نه اینکه بنده قدرت این رو دارم که برای اهداف ناکجا آباد خودم بیام به خانواده‌ام بردارم قربانی. نه خیر، من و همچنین خانواده من حق استفاده از روزنامه، حق استفاده از آزادی بیان، حزب، کتاب، میتینگ، تظاهرات، شرکت در انتخابات آزاد، اینا حقوق اساسی ما همه ماست. خب چاره ای هم نیست، یعنی باید کسانی مثل تبرزدی در این راه قربانی بشن، هزینه بشن تا جامعه به خواسته خودش برسه.